متا فصل 16. پیروان فرقه های فریسی و صدوقی پیش آمده از روی امتحان از عیسی خواستند که معجزه آسمانی به آنان نشان دهد. عیسی در جواب آنها گفت: در وقت غروب اگر آسمان سرخ باشد شما میگویید هوا خوب خواهد بود، و اگر صبح وقت آسمان سرخ و گرفته باشد میگویید باران خواهد بارید. شما که می توانید با نگاه کردن به آسمان هوا را پیش بینی کنید، چگونه نمی توانید معنی علایم و نشانه های این زمان را درک کنید؟ این نسل شریر و بیوفا جویای معجزه است، و معجزه ای به جز معجزه یونس پیغمبر به آن داده نخواهد شد. پس از آن عیسی آنها را ترک کرد و از آنجا رفت. شاگردان به آن طرف دریا می رفتند، ولی فراموش کرده بودند که با خود نان ببرند. پس وقتی عیسی به ایشان فرمود: از خمیر مایه فرقه های فریسی و صدوقی دور باشید و احتیاط کنید. آنها در بین خود صحبت کرده می گفتند: چون ما نان همراه خود نیاورده ایم، او چنین می گوید. عیسی این را درک کرد و به ایشان گفت: ای کم ایمانان، چرا درباره نداشتن نان صحبت می کنید؟ آیا هنوز هم نمی فهمید؟ آیا آن 5 نان و 5000 مرد را به خاطر ندارید؟ چند سبد جمع کردید؟ یا در مورد آن 7 نان و 4000 مرد چند سبد جمع کردید؟ چرا نمی توانید بفهمید که من درباره نان صحبت نمی کردم؟ من فقط گفتم که از خمیر مایه فرقه های فریسی و صدوقی احتیاط کنید. آنگاه فهمیدند که عیسی از آنان می‌خواهد که از تعالیم فرقه های فریسی و صدوقی احتیاط کنند، نه از خمیر مایه نان. وقتی عیسی به ناحیه اطراف قیصریه فیلیپوس رسید، از شاگردان خود پرسید: به نظر مردم پسر انسان کیست؟ آنها جواب دادند: بعضی ها میگویند یحیای تعمیددهنده است، و عده میگویند الیاس یا ارمیا و یا یکی از پیامبران است. عیسی پرسید: شما مرا کی میدانید؟ شمعون پتروس جواب داد: تو مسیح پسر خدای زنده هستی. آنگاه عیسی گفت: ای شمعون پسر یونا، خوشا به حال تو، چون تو این را از انسان نیاموختی، بلکه پدر آسمانی من آن را بر تو آشکار ساخته است. و به تو میگویم که تو پتروس هستی، و من بر این سنگ کلیسای خود را بنا میکنم، و نیروهای مرگ هرگز بر آن دست نخواهد یافت، و کلیدهای پادشاهی آسمانی را به تو میدهم. آنچه را که تو در زمین ببندی در آسمان بسته خواهد شد، و هرچه را که در روی زمین باز نمایی در آسمان باز خواهد شد. بعد از آن عیسی به شاگردان امر کرد به کسی نگویند که او مسیح است. از آن زمان عیسی با آشکار ساختن این حقیقت پرداخت و به شاگردان خود گفت که او می بایست به اورشلیم برود و در آنجا از کلانها، سران کاهنان و ملایان یهود رنج بسیار ببیند و کشته شود و روز سوم زنده گردد. اما پتروس عیسی را به کناری کشید و با سرزنش به او گفت: خدا نکند، نخیر خداوندا، هرگز برای تو چنین واقع نخواهد شد. عیسی برگشته به پتروس گفت: دور شو ای شیطان، تو مانع راه من هستی، و افکار تو افکار انسانی است نه خدایی. سپس عیسی به شاگردان خود فرمود: اگر کسی بخواهد پیرو من باشد، باید دست از جان خود بشوید و صلیب خود را برداشته به دنبال من بیاید. زیرا هر که بخواهد جان خود را حفظ کند، آن را از دست می دهد. اما هر که به خاطر من جان خود را فدا کند، آن را نگاه خواهد داشت. برای انسان چه فایده دارد که تمام جهان را ببرد اما جان خود را از دست بدهد؟ زیرا او دیگر به هیچ قیمتی نمی تواند آن را باز یابد.
پسر انسان با جلال پدر خود همراه با فرشتگان می آید و به هر کس مطابق اعمالش اجر می دهد. بدانید که بعضی از کسانی که اکنون در اینجا استاده اند تا آمدن پسر انسان را به صورت یک پادشاه نبینند نخواهند مرد.